الان که دارم با شما صحبت میکنم در هوایی اقداماتی صورت گرفته برای اینکه مردم در این مجمع الجزایر آشنا بشن با یک آموزش عجیب مربوط به دوران ما، یعنی استفاده از یک فرصت 20 دقیقه‌ای برای محفوظ نگه داشتن خودشون از فروزه‌های اتم. ظاهراً آمریکایی‌ها اطلاعاتی دارند درباره اینکه پیونگیانگ یا کره شمالی، کشور کمونیستی کره شمالی، قصد داره یا یکی از برنامه‌هاش حمله اتمی است به هوایی، چون هوایی فاصله چندانی با کره شمالی نداره، حدود 7500 کیلومتر فاصله شه. موشک اگه پرتاب بشه 20 دقیقه در راه تا به هدف بخوره، در نتیجه مردم هوایی فقط 20 دقیقه فرصت دارن که در جای پنهان بشن یا به پناهگاه هایی برن که اونها رو از فروزه های اتمی محفوظ نگه داره. ببینید ما در چه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم. گزارش امروز می‌خوندم در اشتر، نفتنامه اشتر درباره اقدامات دولت محلی در بسیج مردم و آموزش به مردم به ویژه بچه‌ها و کودکان در مدارس. و خبر آمده که مجدداً این واحدهای دریایی سپاه پاسداران دست به عملیات تحریک‌آمیز زدن در علیه ناوهای ایالات متحده آمریکا در منطقه و اونم پیر اختار شلیک کردن. نمیدونم قصد و غرض چیه، اینا میخوان چه کنن، چه بلایی بر سر ایران بیارن، ایران میخوان ایران رو وارد جنگ کنن. همه مقدمات برای شروع یک جنگ مهیاست. اما موضوع دیگر همینم که به نظرم خیلی عایزه همید، آقای بلومبرگ یکی از شخصیت های مؤثر در ایالات متحده آمریکا به ویژه در قلمرو اقتصاد، ثروتش بالای 50 میلیارد دلار، مهندسه، کار مهندسی شروع میکنه، میره در رشته بانکداری سرمایه گذاری میکنه و امروز هم یکی از قولهای رسانه‌ای در مملکت ماست، یکی از قولهای رسانه‌ای اقتصاد. آقای بلومبرگ از مخالفان سرسخت آقای دونالد ترامپ گفتگوی انجام داده، یکی از مهمترین نشریات جهان، یعنی نشریه اشپیگل هم، یعنی به نشریه اشپیگل میگه که همه ما باید به ترامپ کمک بکنیم. من اصلا دلم نمیخواد که ترامپ سقوط بکنه، آرزوی سقوط او رو ندارم، برعکس همه ما باید دست به دست هم بدیم و به او یاری برسان. این نظر یکی از مخالفان آقای ترامپه. و اما مردی فکر کنه یک شکارچی وضع مالی خوب داره از این ور دنیا، یعنی از ایالات متحده آمریکا هواپیما میگیره، این چاپ میره به نیویورک، از نیویورک چیزی حدود 16 ساعت پرواز تا برسه یک مملکتی در آفریقا، در اونجا بره کمین بگیره در یه پارک با مجوز دولتی و یک شیر رو بکشه و برگرده. میدونید که چند سال پیش یک پزشک آمریکایی، یک دندان پزشک آمریکایی، حالا اسمش کنار، عکسش تو اینجا هست، امیران سیسیل رو کشت. سیسیل محبوب ترین شیر دنیا بود، شیری بود که بسیاری از توریست هایی که به زیمبابوه میرفتن در نزدیکی های اون می ایستادن و اونم عادت کرده بود، باش عکس یادگاری میگرفتن، در چه محبوبیت فوق العاده ای پیدا کرد. یک دندان پزشک که بعض مالی بسیار خوبی هم داره رب به زیمبابوه، این شیر رو به اسلحه کمری زد، یعنی مجروح کرد، 40 ساعت این شیر رو تعقیب کرد و بالاخره به اسلحه شکاری رو کشت. اسم اون سیسیل بود، پسر سیسیل سانده با 6 سال سن. اینا یه خانواده دو نفره بودن، یک خانواده دو نفره. اصلا دوست ندارم از واژه قلاده استفاده بکنم، متاسفانه در مورد چیه واحد در زمان و واحد حیوانات، بعد اسم اینا رو ما گوشیم حیوانات وحشی، بعد اسم باقی که محل اسارت اون هست گوشتیم باغ وحش، و خودمون هم گذاشتیم اشرف مخلوقات، به خودمون لقب اشرف مخلوقات رو متمدد دادیم. و هر روی
پسر او رو میکشه، پسر 6 ساله احسان، یعنی تنها بازمانده سیسیل رو آقای کوک، و به سلامت به آمریکا برمیگرده. مبلغی که پرداخت کرده برای کشتن سانده 49,000 دلار. شما میتونید الان 49,000 بید آقای موگابه، رابرت موگابه، رهبر سالخورده زیمبابوه، یه شیرو بکشید و برگردید به مملکتتون و بقیه عمر رو با افتخار زندگی کنید. عکس جنازه شیر هم به دیوار آویزون کنید. همین الان در برنامه امروز با یکی از چهره‌های پر استعداد در رسانه، در رسانه هستیم، آقای افشین نریب. افشین واقعا کارش درخشان بوده تو این مدت ها، بیشتر شبیه کاراگاه عمل میکنه، یعنی سعی میکنه ضد و نقیض های مقامات جمهوری اسلامی رو کشف و استخراج بکنه، در بارش صحبت بکنه، و این خیلی وقت میبره، خیلی وقت میبره، و در این زمینه واقعا از شخصیت های موفق تلویزیونی ماست. بهش سلام میکنم. افشین جان درود بر شما. درود بر شما، خیلی ممنون. امیدوارم حال شما خوب باشه. حال شما خوبه آقای نریب؟ خسته نباشی. خیلی ممنون. ببینم معمولا این کارا رو، برنامه هفتگیتون رو در چه روزایی پر میکنی؟ هر روز بخشی رو اضافه میکنی یا یک جا؟ من روز دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه معمولا این سه روز رو همون ریسرچ رو انجام میدم، که این تحقیقی که در حقیقت اخبار تلویزیون ایران رو نگاه میکنم، و روز چهارشنبه شب دیگه به جمع‌بندی میرسم که راجع به چی برنامه رو بنویسم. پنجشنبه برنامه رو معمولا مینویسم، و حالا بعضی وقتا هم پنجشنبه بعد از ظهر فیلم برداریشو انجام میدم، بعضی وقتا جمعه ها، ولی معمولا الان یه مدتیه که جمعه صبح شده دیگه فیلم برداریشو انجام میدم، بعدم ادیت میکنم و آمادهش میکنم. بعضی وقتا برنامه افشینی که نگاه میکنم که مگه من جای مقامات بودم، شخصیت کلیدی نظام بودم، تازه لقب روحانی رو هم یدک میکشیدم، که این برنامه رو دیدم چقدر احساس شرمندگی به من دست میداد. وقتی خودم رو میدیدم در روایت افشین نریمان. سارا ایرانی این قسمت از برنامه رو انتخاب کرده به نام رکورد زدیم، با هم نگاه میکنیم. هم یعنی حجم وسیع دولت هست، ما چند میلیون کارمند داریم، حالا وضع رسیدگیمون رو ببینید. یه وقتی میگیم ما کارمند زیاد داریم ولی خیلی خدمات بهتر از دیگران میدیم، وضع خدمات ما نارسه. ده خب هر کی همینو میگه میگیریم میندازینش زندان، میگین اذهان عمومی رو تشویش کرده یا امنیت ملی رو به خطر انداخته. از نظر رشد واقعی ناخالص داخلی که خیلی مهم هست، در بین 24 کشور منطقه ما دهمین هستیم. به به، پس چی میگین انقدر مقتدرترین کشور منطقه؟ در بین 24 کشور این منطقه دهمین هستین؟ احتمالاً اگر منطقمون یه جای دیگه دنیا بود 24 امین میشدین. ما رکورد زدیم. اونم چه جور؟ دیگه چی کار کردین؟ زمان برای سرمایه گذاری، وضع ما در منطقه بین 20 کشور نفر 15 است. یعنی نه تنها به عناوین مختلف از جنگ و تروریسم بگیر تا مبارزه و استکبار، سرمایه های کشور رو این ور اون ور گیر انداختین، بلکه راه برای سرمایه گذاری خارجی رو هم بستین. توی 20 تا کشور منطقه 15 شدین. لازم خدمتتون عرض کنم که در این 20 تا کشور 4 تاشون درگیر جنگ داخلی هستن همین الان. آمار دیگه، شفافیت سیاست گذاری در بین 20 کشور منطقه ما 18 مرتبه رو داریم. یعنی بین همین عربستان و کویت و امارات که دستشون ده غرب هستن، و کشورهای دیگه منطقه که درگیر جنگ مستقیم تو کشورشون هستن، بازم شما در شفافیت بین 20 کشور 18 شدین. بله، ما رکورد زدیم. دیگه چه رکوردی زدین؟ در بین 138 کشور در جهان 136 هست. به حجم وسیع دولت هست، ما چند میلیون کارمند داریم. بقراده خب تکه کوتاهی بود همین، نه هم کاش بقیه هم میشد پخش کرد. اخلا داریم افشین جان.
جان بایدی، من خواهر خدمتون عرضم که من تصویر شما رو ندارم، اگه ممکنه این همکاران فنی بتونن یک کاری بکنم که منم تصویر شما رو داشته باشم وقتی که داریم با هم صحبت میکنیم. آقای متاسفانه فکر نمی کنم امکانش باشه، مجبوریم حالا فقط از طریق صدا ما رو دریافت بکنید. همین هم در برنامه امروز بتونید به افشین نریمان هم مستقیما گفتگو بکنید اگه نظری دارید. افشین جان، در ونزوئلا یک همه پرسی و یک رفراندوم نمادین توسط اپوزیسیون انجام شد، 7 میلیون تن به آقای مادورو رأی کبود دادن، یعنی گفتن خیر ما نمیخوایم که تو قانون اساسی رو تغییر بدی، چون قصدش از تغییر قانون اساسی کسب اختیارات بیشتر بود از مجلس مؤسسان، یعنی همون کاری که همون کلکی همون ترفندی که آقای اردوگان زد و تبدیل به سلطان شد. بخواه ببینم به نظر شما امکان انجام یک رفراندوم در خارج از کشور که بچه های داخل هم بتونن در شرکت بکنن از طریق شبکه های اجتماعی اگر موازین امنیتی اجازه بده، وجود داره یا نه؟ به نظر من، یعنی تجربه‌ای که توی این 15 سالی که من از ایران اومدم بیرون از به اصطلاح مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از ایران دارم، به نظر من نشدنیه این کار در حال حاضر با امکانات فعلی. چند دلیل داره. یکی اینکه ما هنوز یه دونه کامیونیتی، یه جایی که ایرانی ها همشون با همدیگه بتونن کنار هم وایسن نداریم، یعنی حتی همون گروه های مخالف هم هیچ کدومشون با همدیگه رابطه دوستانه خوبی ندارن. بنابراین ما یه تشکل که واقعا نمایندگی بکنه جامعه ایرانی رو نداریم، این یه واقعیتیه در خارج از ایران. دلایل زیادی داره این که چرا نداریم، ولی به نظر من مهمترینش دخالت خود جمهوری اسلامی. یعنی ببینید، یه سری آدم اومدن در ایران صاحب یه مملکت خیلی ثروتمندی شدن و خب می‌بینیم دیگه، امروز هم داره آماراش و ایناش در میاد که چه پول‌های جابجا میشه. من فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیا همچین دزدیایی بشه. خب این پولا از پول همون مردمه، همونایی که کنار خیابون دارن گل می‌فروشن یا کلیه‌شون می‌فروشن، هم پول هموناست و برای همین یه بخشی از این پولم خرج میکنن برای اینکه همچین چیزی به وجود نیاد، برای اینکه این قدرت رو از دست ندن. و در خارج از ایران هم خیلی قدرتمند بودن، حتی اپوزیسیون سازی کردن. یعنی شما الان مثلا تلویزیون بی بی سی یا وایس آف امریکا رو وقتی نگاه میکنین، یه اپوزیسیونی میبینین که اصلا ربطی به ملت نداره و اونها خودشون نماینده به قول معروف مخالفین جمهوری اسلامی معرفی میکنن که در سر به زنگاه های مخصوص از جمهوری اسلامی حمایت هم میکنن، یعنی مثلا مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن یا جاهای دیگه. یعنی میخوام بگم حتی اپوزیسیون سازی هم کرده جمهوری اسلامی، به همین دلیل اجازه نمیدن واقعا همچین چیزی به وجود بیاد. یعنی تشکل درست کردن، تشکل سیاسی ساختن احتیاج به پول داره و این پول وجود نداره. این پول در جهت داره خرج میشه که به ضرر مردم ایران، و از طرفی ثروتمندان ایرانی هم که در خارج از ایران هستن به نوعی دچار به نظر من بی‌هویتی شدن. یعنی شما فرض کنید مثلا میان اون سایرس سیلندر رو در لس آنجلس رونمایی میکنن، نه سرود ملی، نه سرود ایران، حتی ایران نمیخونن، به عنوان اینکه یه شاهی 2500 سال پیش یه جای دنیا یه کاری کرده اون آوردن اونجا گذاشتن، ولی هیچ اسمی از ایران و صحبتی از ایران نیست، حتی پرچم شیر خورشید ایران رو هم نشون نمیدن اونجا. یا سرش، یعنی منظورم اینه که برگزار کنندگان این و کسانی که پول اینو دادن، پولی کم چند میلیون دلار پول خرج کردن برای این، اونها هم حاضر نمیشن که بیان بگن که آقا این مراسمی که من هزینه شو کردم میخوام حداقل رنگ و روی ایرانی داشته باشه، رنگ و بوی ایرانی داشته باشه. این 70,000 تا ایرانی که اومدن به ایرانی بودن خودشون ببالن، ولی خب میبینیم که نیست. و در چیزهای دیگه هم همینطوری، یعنی اصلا ما حتی همین الان شما دیگه خودتون این همه ساله که توی میدیا هستین میبینیم که بعض تلویزیون های ایرانی که میخوان مستقل بشن چگونه است، در صورتی که نسبت به پول های ایرانی که خارج از ایران هست و نسبت به پول هایی که از ایران دزدی میشه اصلا هزینه ای نداره یه دونه تلویزیون حرفه ای اداره کردن و به وجود آوردن، یا یه میدیا، یه شبکه که واقعا به فکر مردم ایران باشه که میبینیم نیست. بنابراین من فکر میکنم که رفراندوم در خارج از ایران خیلی خیلی بعیده به وجود اومدنش. اما شرایط خود جمهوری اسلامی به نظر من داره به طرفی میره که اون تعادلی که تا حالا داشته نمیتونه به وجود بیاد. در حقیقت مجبورم لغت انگلیسی شو بکار برم، استیبل نیست اصلا.
و این نامتعادل هر روز هم داره نامتعادل تر میشه. فشاره که از خارج داره بهشون میاد در حال حاضر و به قول معروف اون کشمکش درونی که در خودشون وجود داره و فساد حکومتی که هست، اینا همش عواملیه که داره خود جمهوری اسلامی هر روز از روز قبل ضعیفتر میکنه. امید من اینه که از داخل اتفاقی بیفته. من فکر نمیکنم که از خارج رفراندوم بتونه صورت بگیره، و اگرم تازه صورت بگیره نتیجهش اثری روی حکومت مبلغین مذهبی در ایران داشته باشه. جالبه همین قسمتی رو که آقای افشین نریمان انتخاب کرده بود در آغاز برنامه به نقل از آقای لاریجانی، خودش گویاست دیگه، نشون میده در تا 20 سال آینده در چشم انداز هیچ روزنه ای برای رستگاری وجود نداره، هیچ چیز قرار نیست بهتر بشه. ولی همه ما میدونیم که هر جامعه ظرفیتی برای فساد و تباهی داره، یعنی همه علائم فروریزی در ایران داره مشاهده میشه، همه علائم همیه. شما کافیست به گذشته نگاه کنید، به کتاب اردابیراف. اردابیراف گویای اشباع جامعه ما در یک دوره از تاریخ، در دوره مقدونی، در دوره که اسکندر بر ایران حاکم شد و فساد و تباهی به اوج رسید و دیگه جامعه تحمل نیواد. اون وقت پیر مردها و ریسپیتان نشستن که چه کار بکنیم. اردابیراف رو انتخاب کردن یک جوانی رو بیره از پدران ما بپرسه، پدران و مادران ما در اون دنیا که باید چی کرد، و این سفر انجام میگیره. به نظرم خیلی اثر نمادی نیست اردابیراف، و هر ایرانی باید این رو بخونه. ما به همون نقطه رسیدیم، یعنی به دوره ای که هر ایرانی یاد بشینه چاره جویی کنه با چه کرد. دیگه بیشتر از این نمیشه فساد کرد، بیشتر از این نمیشه تباه شد. ببینید یه موقعی هست که یه نفر دست به قتل نفس میزنه، سعی میکنه انکارش بکنه، دست به قتل نفس میزنه، سعی میکنه توجیه کنه اگر ماجرا لو بره. ولی کمتر در تاریخ دیده شده که قتل عامی صورت بگیره و در ایران پیشنهاد دادن مدال بشه به عاملان قتل عام. نگاه حرفای آقای خاتمی رو گوش بکنید، روز جمعه احمد خاتمی یکی از چهره‌های زشترو در نظام جمهوری اسلامی، نمیتونم اینو چی انتخاب کرده به عنوان سخنگو، و او تشویق میکرد ادامه قتل عام‌ها رو و میگفت به کسانی که در دهه 60 دست به کشتار زندانیان سیاسی زدن باید مدال داد. یعنی نه قپ قضیه نه تنها از بین رفته، بلکه به شکلی داره به کشتن و کشتار برم یه آدمی که لباس روحانیت تنشه، که باید تمثیل مسالمت باشه، مسالمت جویی باشه، انعطاف باشه، نرمش باشه، پارسایی باشه. آقای نریمان بفرمایید. بله من هم خدمتتون عرض بکنم که ببینید ما باید یه خورده تعارف رو بذاریم کنار. این دینی که ایشون الان نمایندگیش میکنه، این دین همش مجازات کرده، یعنی اصلا یک خدایی از آسمون داره میاد که فقط مجازات میکنه. این دین هیچ وقت یک بار در تمام این قرآن کتاب آسمانی یک بار صحبت از عشق نکرده، یک بار نگفته برین کتاب بخونیم، برین درس بخونیم، برین با هم دیگه حرف بزنیم، بحث کنیم، یه حرف. همش راجع به مسائل جنسی و اینکه تو هر کاری که میکنی به نوعی گناهه و بابت گناهت باید یه هزینه ای بدی، یه هزینه پولی، یعنی باید پول بدی تا بعضی از گناهات بخشوده بشه، تازه بعضی از گناهات هم که اصلا بخشوده نمیشه. و این مجازات هم دردآورترین شکل مجازات. شما فکر کنید که میگن که آقا یه کسی که به مثلا همسرش خیانت کرده رو باید انقدر بهش سنگ بزنیم تا بمیره. آخه کدوم فکر عاقله؟ خدا رو من کار ندارم، کدوم انسان عاقلی میاد همچین مجازاتی رو در نظر میگیره برای یعنی حاضر میشه همچین مجازاتی بکنه؟ کسی که اصلا همچین فکری تو ذهنش میاد مریضه، بیماره، باید بره تیمارستان. خب حالا ما ایشون هم داره اون دین رو نمایندگی میکنه، و گذشته از این اینه که ما صحبت از یه دکانی داریم به اسم جمهوری اسلامی. از این دکان میلیاردها میلیارد دلار پول در اومده تا حالا، هم برای کسانی که هم برای همون مبلغین مذهبی که تا قبل از اون اصلا جامعه به نوعی کسی تحویلشون نمیگرفت، یعنی به عنوان آدم سیاسی اصلا کسی قبولشون نداشت، حد اکثر این بود که برن یه روزه‌ای بخونن یه جایی مردم گریه کنن، و اونم یه بخشی از جامعه شروع کرده بود که دیگه حتی اون کارم انجام نمیدادن.
خب حالا الان اینا اومدن هم قدرت رو بهشون دادن، هم راه این که قدرت رو چجوری نگه دارن رو بهشون یاد دادن، و از اون طرف هم بهشون میگن سرکوب کنین دیگه. اینی که شما به قول شما هیچ روزنه امیدی نیست، برای اینکه اصلا این حکومت اومد که این کشور رو از بین ببره، نابود بکنه. این یه تئوری نیست، یه نظریه نیست، این کارنامه جمهوری اسلامی در توی 38 سال گذشته است که همین جور کشور رو از بیشتر و بیشتر از بین برده. شهرها رو نگاه کنید ببینید شکل شهرها چجوری شده، تالاب‌ها و دریاچه‌های ما خوش شد، یه باد میاد تمام جاهایی که همه کشور ریزگرد داره، یعنی واقعا نفس مردم به شما رو افتاده، مردم نفس دیگه نمیتونن بکشن از دست این حکومت. و خب اینا به هر حال به هر قیمتی هم از این دفاع میکنن، یعنی هر جوری هست میخوان این قدرت رو نگه دارن. برای همین هم میبینین که این آدمایی که 38 سال پیش اومدن تو قدرت، در قدرت موندن، مگه اینکه یه بخشی از خود همون حاکمیت اونا رو با اردنگی از قدرت بیرون کرد، یعنی خودشون هیچ وقت نرفتن بیرون، همیشه یا به زور افتادن بیرون، یا اینکه اگر تو بخش موافق بودن که همینجوری تو قدرت هم هستن دیگه. آقای جنتی مثلا الان 38 ساله، ایشون یه پوزیشن سمت نظارت، سمت مدیریتی داره. خود آقای خامنه ای، آقای رفسنجانی تا وقتی میگه، یعنی تا وقتی که بمیرن هستن دیگه اوناشون، اونای دیگهشون، مهدوی کنی یا کسای دیگهشون که همینجوری انقدر تو مدیریت بودن تا مردن، یعنی اصلا بازنشست نشدن اینا هیچ وقت، و همینجوری هم هستن. به خاطر همین میخوام بگم که اینا به هر وسیله‌ای به این قدرت چسبیدن. و اینکه ما به نظر ما بعد چی کار کنیم، یعنی ما به عنوان مردم ایران بعد چی کار کنیم، اولین چیز اینه که باید باور کنیم، بعد بپذیریم که جمهوری اسلامی برای بهبود شرایط ما وجود نیامده اونجا. جمهوری اسلامی اساسش و ریشش برای نابود کردن ایران، یعنی اگر زمانی جمهوری اسلامی بخواد یه کار دیگه غیر از نابود کردن ایران انجام بده، دیگه جمهوری اسلامی نیست و نمیتونه وجود داشته باشه. برای همین تا زمانی وجود داره که بتونه ایران رو خراب بکنه، بتونه همه چی از بین ببره. شما از صدهایی که میزنید، یعنی حتی اون قسمتی که به اصطلاح بودجه عمرانی کشور قرار درست یه چیزی ساخته بشه در اون کشور، حالا بعد از همه دزدی‌ها و اینایی که میشه، هر چیزی که میسازن میبینین که مسئله داره، یه چیز سالم نیست. حتی یه جاده راه که میکشن آسفالتش مشکل داره، توش دزدی میشه. من راجبه اونم برنامه درست کردم که خود این خبرگزاری ایران دارن میگن که مثلا توی آسفالت دزدی میشه، برای همین اتوبانی که 2 سال افتتاح شده وسطش چاله در میاد، یا اصلا درست کشیده نمیشه، گارد ریلش استاندارد نیست، ماشینی که میسازن باز همینطور. یعنی تمام منابعی که از دل خاک ایران داره در میاد و تبدیل میشه مثلا به سنگ، این سنگ آهنش تبدیل میشه به بدنه یه دونه ماشین، میشه بدنه پراید که فکر کنم بی‌کیفیت ترین ماشین دنیا باشه، و این همه آدم ایرانی دارن توی اون کشته میشن. در حقیقت یعنی داره حروم میشه، یعنی یه چیزیه که داره باهاش آشغال ساخته میشه، در صورتی که میتونه باهاش بنز ساخته بشه، میتونه باشه ماشین آخرین مدل یا ماشین خوب استاندارد، حتی مثل همین هیوندایی که با ما کره جنوبی شروع کرده صنعت خود بسازیشو، حتی میتونه مثل این باشه. ولی خب میبینیم که نمیشه. چرا؟ چون مدیریت، یعنی حتی خود مدیریت، خود جمهوری اسلامی مدیرانش دارن دیگه اینو عملاً و علناً میگن، بدون هیچ خجالتی دارن مطرح میکنن که آقا مدیریت مسئله داره. خب یکی کسی نیست بهشون بگه خود شما خودتون مدیرین دیگه، خب برین کنار بزنین آدمای درست، آدمایی که صالحن، آدمایی که میتونن این کارو انجام بدن، این کارو انجام بدن. ولی دیگه اون موقع جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی تا زمانی جمهوری اسلامی که بتونه ایران خراب بکنه. یعنی حکومتی که به بحران احتیاج داره و زندگی در بحران. همینان هم آقای افشین تنها زندگی میکنی یا ازدواج کردی؟ نه خیر، تنها. تنها؟ بله بله. تا کی قرار مجرد بمونی؟ بله دیگه الان تا طرف خدا بخواد. خانواده با شما هستن یا نه؟ نه من تنها زندگی میکنم، مادر پدرم یه جای دیگه زندگی میکنم. بعد در شهری که زندگی میکنی ایرانی دیگری هم داری؟ بله خیلی حسن. ایرانی هست اینجا، فکر کنم بعد از لس آنجلس این منطقه واشنگتن دی سی، یعنی سابر هومه واشنگتن دی سی که شامل ویرجینیا مریلند میشه، فکر کنم بیشتر ایرانی ها رو داره. 200,000 تا ایرانی داره اینجا. خب این آقای بلومبرگ هم میانن میلیاردر آمریکایی، از چهرهای لیبرال توی این مملکت، صاحب یک رسانه خیلی نیرومند، صاحب 50 میلیارد دلار ثروت، حرفی میزنه که به نظرم تفکر برانگیزه.
چون روزا خیلی صحبت درباره آقای ترامپ، خیلی هم قصد کردن که آقای ترامپ رو به هر شکلی از پایین بکشن. این ساختمان آقای بلومبرگ در نیویورک از مهمترین و معظمترین آسمان خراش های نیویورک. خب سوال اینه که ببینم نظر آقای نریمان چیه. بلومبرگ میگه من مخالف ترامپم، ولی جنرال نمیخواد اون سقوط بکنه، همه ما باید بهش کمک بکنیم. نظر شما چیه؟ ببینید، من یه نظرم راجع به میدیا یا رسانه های آمریکا، به نظرم رسانه های روراستی نیستن با مردم آمریکا، و دلیلش اینه که ما میبینیم که خیلی ما مسئله داریم در آمریکا که اصلا این رسانه ها راجع به صحبتی نمی کنن. مثلا همین آزادی اسلحه که در آمریکا الان تبدیل شده به بحران، و حتی آمارهای درستی نمیدن. یعنی حتی نمیگن که پلیس آمریکا در سال چند بار وارد درگیری مسلحانه میشه، چند نفر به وسیله اسلحه هایی که مردم دارن میخرن در سال کشته میشن. اینا رو راجبش حرف نمیزنن و حتی هیچ خبرنگاری جرئت نداره بره این موضوع رو کاور بکنه. یعنی حتی اگه خبرنگاری هم شخصی بخواد بره راجب این کار بکنه، از اون خبرگزاری اخراجش میکنن. اگرم بازم به کارش باید ادامه بده، یه بلای دیگه سرش میاره. یا در مورد فود اند درگ ادمنستریشن، یعنی راجب غذا و دارویی که در آمریکا مصرف میشه که همه میدونن که چقدر فساد درش هست، ولی هیچ کدوم از میدیای آمریکا راجبش حرف نمیزنن. چند وقت پیش یه اتفاقی افتاد که یه نفر از توی هواپیما کشیدن بردنش بیرون، به خاطر اینکه پر شده بود هواپیما، بعد یه نفر داوطلب میشد میرفت نمی، و این آقا داوطلب نشد، خلاصه کشیدن بردنش بیرون. اینو یک نفر فیلم گرفت گذاشت توی فضای مجازی و این خیلی ریاکشن، خیلی واکنش داد توی جامعه، و معلوم شد که این اصلا قانونه. یعنی همون نماینده ها و سناتورهای آمریکایی که مردم بهشون رفتن رأی دادن، این همچین قانونی به ضد مردم تصویب کردن. چرا؟ به خاطر لابی هایی که وجود داره، و رسانه های آمریکا راجع به این موضوع حرف نمیزنن. اگر اونم رسانه ای شد، به خاطر این بود که یه نفر شخصی فیلم گرفت، این رفت تو فضای مجازی، توییتر، فیسبوک چرخید، مجبور شدن رسانه ها نسبت بهش واکنش نشون بدن، مجبور شدن که اونو داشته باشن. بنابراین رسانه های آمریکا رسانه های روراستی نیستن با مردم آمریکا متاسفانه. و از زمانی که این رسانه ها آقای ترامپ رو کوبیدن، من بای دیفالت طرفدارش نشدم، ولی فکر کردم که پس حتما این میخواد یه کار دیگه ای برخلاف خواست اون کسانی که دارن رسانه ها رو اداره میکنن میخواد انجام بده. برای همینم خیلی بهش حمله شده، که بعضی از این حمله ها به نظر من اصلا بی‌معنی بوده. مثلا همین قانون تراول بن، این در زمان دولت اوباما تصویب شد و دولت اوباما شاید بیشترین دیپورتی ها رو داشته در طول دولتش، که اصلا کسی راجبش حرف نزده. راجب این که میگن که هیت، نفرت در آمریکا گسترش پیدا میکنه، در دولت اوباما یه نفر رفت توی یک کلیسای سیاه‌پوستا رو کشت، یه نفر رفت توی سینما مردم واسه به رگبار کشت، یه نفر رفت توی دبستان 30-40 تا بچه دبستانی رو کشت. هیچ کس اونو پیوند نزد با اینکه دولت اوباما یه کار اشتباهی انجام داده. ولی اگر یه چیز خیلی کوچیک‌تر از این در الان اتفاق بیفته، همه میخوان بگن که این به خاطر دولت ترامپه. یعنی میخوام بگم یه سری نتیجه گیری هایی هم در جامعه میشه که اینا غلطه. راجب آقای بلومبرگ هم ببینید، استاک مارکت آمریکا به نوعی، حالا اون کسانی که توی استاک هستن، یه جورایی سر مردم آمریکا کلا میذاره، سر خیلی بخش بزرگی از مرد کسانی که اونجا سرمایه گذاری میکنن. این کسانی که بازنشسته هستن، آخر اون پول بازنشستگیشون رو دارن اونجا سرمایه گذاری میکنن، خیلی هاشون سرشون کلا میره و ورشکست میشن، ما میبینیم، شاهدش هستیم. خب این رسانه همین بلومبرگ که مثلا میخواد راجع به اکانومی مردم رو آپدیت بکنه، به نظر من اون کارش رو به اون شفافیتی که مدعی هست نمیکنه. حالا این که باید به دولت ترامپ کمک بشه، و به هر حال دولت ترامپ چه دوست داشته باشن چه دوست نداشته باشن، داره الان رئیس جمهور آمریکاست و تمام مردم آمریکا رو نمایندگی میکنه. توی یک رأی‌گیری سالم رئیس جمهور شده و حالا باید حمایت بشه. یعنی میخوام بگم که تمام کسانی که به نوعی دست اندرکارن توی برای منافع ملی آمریکا دلشون میتپه، بعد دولت ترامپ رو حالا انتقاد میخوان ازش بکنن، انتقاد بکنن، ولی بعد حمایتش هم بکنن تا زمانی که رئیس جمهور هست. بنابراین من فکر میکنم که دولت ترامپ باید حمایت بشه به وسیله میدیا یا آمریکا، که نمیشه. میبینم که اصلا مثلا بعضی از این میدیا مثل جریان مخالفن. یعنی مثلا انگار که شما تلویزیون یک کشور دیگر روشن کردی داره ضد رئیس جمهور آمریکا حرف میزنه، مثلا MSNBC یا اونایی دیگه. اصلا ادبیاتشون ادبیات
اپوزیسیونه، ادبیات خبررسانی نیست اصلا. تشکر. در تلویزیون فاکس کارشناس اقتصادی آمده بود میگفت چه ما موافق ترامپ باشیم چه مخالفش باشیم باید قبول کنیم از زمانی که او در رأس کار قرار گرفته آمریکا 4 تریلیون و 100 میلیارد دلار ثروتمندتر شد و مردم از اوضاع اقتصادیشون راضی هن. یه عنوانم داشت، خود گالوب جالب بود، نوشته بود که حال نه بلومبرگ، خود بلومبرگ، حال اقتصاد خوب است اما حال مردم در مورد ترامپ بد است، یا در رابطه با ترامپ حالشون چندان خوش نیست. آخه نظرسنجی هایی هم که خود گالوب انجام داده همین، با اینکه خیلی نزدیک به لیبرال ها، ترامپ از یه محبوبیت فوق العاده ای در 17 ایالت آمریکا برخورداره، ایالت هایی مثل ویرجینیا شمالی، نمیدونم مثل داکوتا، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی و و و یه ایالت هایی که از قدیم ندیم در تعلق دموکرات ها بوده، خب محبوبیتش پایینه. ولی به هر روی رئیس جمهور آمریکا به نظر حرف بلومبرگ خیلی شنیدنی است. هیچ کس نباید آرزو بکنه که اون سقوط کنه. سقوط او یعنی سقوط این مملکت و پیش آمدن یه شرایط پرتنش که معلومه در انتهاش چه بر سر آمریکا بیاد. ولی خب عده‌ای هم تمام تلاششون دارن میکنن، چون میگن ما فقط یک سال نیم فرصت داریم تا انتخابات میان دوره‌ای و انتخابات مجلس، و برای اینکه اکثریت رو به دست بیارن فکر میکنن بهترین راه اینه که همه کارا رو زمین بگذارن و بام تا شام با کاخ سفید بجنگن سر هر مسئله. ببینید الان ماهاست درباره دخالت روسیه صحبت میشه، هیچ کس هنوز یه برگه نشون نداده، یه سنه همش از احتمال دخالت. آخرین گزارشم که رویتر داده بود باز از احتمال دخالت روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا. هیچ کس سندی نداره. ولی خب قضیه رو راه نمی‌کنن، چون معتقدن که باید این قضیه رو اینقدر ادامه داد تا به هر حال جامعه متقاعد بشه خبری هست. در نتیجه چی کنه؟ تجدید نظر بکنه در موقع انتخابات آینده مجلس. و من تو خودم سگ دوست دارم، سگم داشتم، ولی نمیدونم چی با مصیبت هایی را افتاده سر اینکه آقای ترامپ نمیخواست سگ ببره به کاخ سفید و میخوام به هر شکلی از صاحبان سگ تو آمریکا رو تحریک بکنن کاخ سفید، یعنی میگردن انواع و اقسام قشرها رو توی ایمن بکرد بیدن چطور میشه با این خبرها. من کسی نبودم که آقای ترامپ رای بدم، ندادم با آقای ترامپ رای ندادم، شاید از مخالفانش هم بودم، ولی دوره کارزار انتخاباتی تمام شد، الانشون رئیس جمهوره. همه ما باید واقعا نمیدونم، مگر اینکه کسانی باشن اصلا دشمن منافع آمریکا باشن، علاقه داشته باشن که مملکت دچار تنش بشه، دچار بحران بشه، و دائما هم صحبت از این میکنن که به هر شکلی کسی رو باید به زیر کشید. خب این به زیان همه است، به زیان تمام آمریکا. به نظر من حرف بلومبرگ، آقای بلومبرگ خیلی اهمیت داره، میگه من مخالفم ولی آرزو نمیکنم که اون سقوط بکنه، برعکس همه باید کمک بکنیم، دستش رو بگیریم، بهش یاری بدیم. با آقای افشین نریمان عزیز هستیم. افشین جان، درباره اون چی که هموطنان گفتن تو این لحظه سخنی داری؟ نه، میخوام بگیریم بعد تلفن بعدی. اگه شما سوال خواد، یعنی چیز خواد، نکته ای از اعتراضی نداری که چرا آقای ترامپ سگ نداره؟ نه یعنی اینا انقدر از موضوعات رو از دست دادن. من فقط یه نکته بگم اون تو صحبت قبلیتون که راجع به اینکه اگر روسیه واقعا وارد دخالت کرده در انتخابات آمریکا، اگر واقعا حتی همچین چیزی صحت داشته باشه، مجرم شماره یکش دولت اوباماست که چرا اجازه داده همچین اتفاقی بیفته. ترامپ که دولتی نداشته، یعنی اگر هم یک جاسوس تونسته در آمریکا دخالت بکنه در انتخابات، مسئولین اجرایی اون انتخابات باید جواب پس بدن، سیستم امنیتی اون حکومت باید جواب بده که چرا تونستن، چرا همچین اتفاقی افتاده، نه اون کسی که این کار کرده. تشکر. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید.
درود بر شما آقای میبادی و مهمون عزیزتون آقای نریمان. من فقط میخواستم از ایشون تشکر کنم به خاطر اینکه نظرشون رو راجع به محمد رضا شاه خیلی شجاعانه و بدون رو درواسی در جامعه‌ای که هنوز بعد 40 سال به ایشون توهین میکنن و حقایق رو پنهان میکنن ایشون بیان کردن. و من هم به عنوان یکی از همسن و سالان ایشون که البته من از ایشون یه چند سالی کوچیک‌تر هستم بخواستم بگم که من اگر توریست زمان بودم دوست داشتم برگردم به زمان محمد رضا شاه و در یک جمله از ایشون قدردانی کنم به خاطر تمام زحماتشون و بهشون بگم که پدر آسوده به خواب که آیندگان از شما به خوبی یاد میکنن. مرسی از برنامه خوبتون و مرسی که همسن و سالان منو به برنامه خودتون دعوت میکنید. قربان شما خوشحالم صداتون شنیدم. ممنونم. درود بر شما. بفرمایید افشین جان، سخنی داری بگو. درود بر شما. بفرمایید. میرم رو خط دیگری. درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. بر شما. درود بر شما میمودی و جناب آقای افشین خان گل که من یک دونه برنامه هاشون رو میس نمی کنیم، عاشق برنامه هاشون هستیم و از اینکه اینقدر با شهامت با رسانه هایی که اکثرا پهلوی ستیز هستن به خاطر منافع خودشون واقعا به شما میبالیم. خواستم بهت بگم ای جوان عزیز، شما مورد محبت همه ایرانیان میهن پرست هستید. با سپاس فراوان. قربان شما، لطف کردی. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. من میبودی. خب من اصلا نمیتونستم میتونم شما رو بگیرم یا نه، شانس بودم. اول اصلا درود فراوان به این افشین نازنی. من عاشق بر آخه خانم جان. آخ صداشون رفت. بچه زدن بذار یه بار دیگه برگردم اونجا. ببخشید شاید با میبودی؟ آجونم بگید صداتون رفت یه لحظه. فقط میخواستم بگم اگر کسی رو بخوان ایمپیچ بکنن اوباما هستش و من برخلاف شما که خیلی هم دوستتون دارم موافق آقای ترامپ هستم و معتقدم که ایشون دارن کارشون رو درست انجام میدن و اگر این دموکرات ها بذارن یه مقداری درست میشه. اگر من فکر کنم اگر کسی بخواد ایمپیچ بکنه کسی رو باید اوباما میبود برای اون پولای نقدی که سوار هواپیما کرد و به ایران فرستاد و اون کلید مصر رو سینی نقره گذاشت و تقدیم مسلمانای اخوان مسلمی. بله و من به افشین خانتون درود میگم و از شما متشکرم که ایشون آوردین و باش رو صحبت میکنم. گربونتون وقتتون رو نگیم. تشکر میکنم. افشین جان بگو. ببینید من یه نکته به ذهنم رسید، یعنی یادم اومد که یکی از هموطنان دیگه که تماس گرفتن راجع به اینکه دولت آمریکا چقدر تقصیر داشته در اومدن آخوندها و موندنشون و اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، آیا باید محاکمه بشن. من فکر می‌کنم که در این من شخصا با توجه تحقیقاتی که خودم کردم لااقل شکی بسام نمونده که این اتفاق از داخل آمریکا هدایت شد و در تمام این مدتی که آخوندها در ایران سر کار بودن و در ظاهر دشمن آمریکا بودن این کاملا از پشت پرده با هم همکاری می‌کردن برای همون مقصودی که بگم که نابود کردن ایران و نابود کردن اون منطقه و بین بردن ثروت‌های اون منطقه بوده. و اینو بگم که به نظر من مردم ایران در تاریخ ثابت کردن که همیشه راه خودشون رو پیدا میکنن، حالا به هر طریقی هر جوری که خواستن. که ببینید یه حکومت مذهبی اومد که همه چی رو از بین ببره، همه چی رو سوزوند، همه چی رو نابود کرد. یعنی در قرن 20 اومدن بازم کتاب سوزوندن، بازم مردم رو به خاطر تفکرشون انداختن زندان، کشتن، شکنجه کردن، ولی بازم میبینیم که مردم سر به راه نشدن برای این حکومت. یعنی مردم مخالف این حکومت، این حکومت رو نمیخوان و اون آیین‌های خودشون هم عوض نکردن با یه چیز دیگه. درسته یه چیزایی به وجود اومده توی جامعه، مثلا عزاداری‌ای که هست و اینا، ولی همونجور که خودتون فرمودین به محض اینکه این سیستم و این چتر قدرت بشکنه، این سیستم تغییر بکنه، اونها هم عوض میشه.
و مردم ایران هم راه خودشون پیدا میکنن و حق خودشون رو میگیرن، یعنی اون حقشونه در دنیا و اون حق رو همونطور که قبلا داشتن باز هم به دست خواهند آورد. تشکر افشین جان. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. الو. درود به شما آقای میمونی. آقای افشین. قربان شما. درود بر شما. از آقای افشین تشکر بی نهایت. بی نهایت. اصلا نمیدونید از اینجا تا آسمان از ایشون تشکر کنم. واقعا ایشون نمونه جوانهای و از لحاظ لباسشون بسیار عالیه که ایشون یک رنگن. مثل وجودشون یک رنگی رو نشون میدن، مثل بعضی ها نیستن که فقط کراوات برند و لباس برند بپوشن. من واقعا لذت میبرم از برنامه هایشون. ولی از سوالم از آقای افشین اینه که جناب آقای افشین چجور ما میتونیم این دولت رو به زمین بزنیم و چجور میشه رفت؟ بله شما الان فرمودید آخر صحبتتون که مردم راه خودشون رو پیدا میکنن، ولی کی؟ به چه قیمتی؟ تا چه زمانی؟ دیگه ایرانی برای ما باقی نمونده. اینها رو خواهش میکنم شما بفرمایید و حداقل تسلیه دل ماها باشه. بی نهایت بازم از تو جوانه فهمیده برومند فرهیخته تشکر میکنم و مرحبا و پدر و مادر شما که یک همچین جوانی تحویل جامعه داده. متشکرم. متشکرم. خدا برشون. سپاسگزارم. افشین جان این آخر دو دقیقه به وقت داریم. قول شما بفرمایید. ببینید مردم ایران، مردم ایران ما برای اینکه به این جواب این سوال برسیم، این یه سوال خیلی مهمیه که جوابش در این حال ساده است. جوابش اینه که ما باید از شر جمهوری اسلامی یا حکومت مذهبی خلاص بشیم و اینکه در آینده به هر حال مردم برای کشور تصمیم میگیرن، قدرت یک جا نخواهد موند، نمیتونه اصلا، دنیا دیگه اینجوری نیست. و اینکه ما چجوری به اونجا برسیم، یعنی چجوری میتونیم از شر یک حکومت مذهبی خلاص بشیم، یه سری چیزای دیگه داره. یعنی ما باید اول ببینیم واقعا دشمنمون کیه. فقط این حکومت مذهبی یا اینکه کسان دیگه هم دشمن ما هستن و اجازه نمیدن، یعنی به نوعی از این حکومت مذهبی حمایت میکنن. و اینکه به نظر من مردم باید از خرافات فاصله بگیرن. این یه آفت بزرگی برای ما، خرافات به هر چیز فرقی نمیکنه. خرافات هم میتونه اسلامی باشه، هم میتونه یهودی باشه، هم میتونه دینش مهم نیست، مهم خرافاته. و به واقع بینی و واقع گرایی بعد مردم رو بیارن. این یکی از راه هاست. و اینکه قدر ایران رو واقعا باید بدونن. من فکر میکنم که یکی از مشکلات ما الان اینه که ایرانی ها یادشون رفته کی هستن و کی بودن در دنیا، کی بودن در تاریخ. مردم ایران باید خودشون رو دو مرتبه بشناسن و بفهمن که کی هستن و چه نقشی دارن، چه کار میتونن بکنن. واقعا واقع بینانه به اطراف خودشون نگاه بکنن، ببینن که ایرانی‌ها در تمام دنیا دارن چه میکنن با تمام محدودیت‌هایی که داشتن و دارن. و ما لیاقتمون بالاتر از اینه. متاسفانه در بسیاری از این میدیا، گفتم اپوزیسیونی که خود جمهوری اسلامی میسازه و صادر میکنه به خارج، دارن این رو، این گفتگو رو، این گفتمان رو جا میندازن که لیاقت مردم ایران همینه. یعنی جمهوری اسلامی دیگه بهترین حالتیه که مردم ایران میتونن داشته باشن و ما باید ذره ذره این حکومت رو تغییر بدیم. که این 100% غلطه، 100% باطل. این حرف اصلا چنین چیزی نیست. مردم ایران لیاقتشون بسیار بالاتر از اینه. ولی اگر خواستیم من میتونم توی برنامه دیگه در خدمتتون باشم که به ترتیب بگم که ما باید چه کارهایی انجام بدیم تا بتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. حتما افشین عزیز ممنونم. خبر رسوندم به چادر اسکندر که افشین آمده. چه مساف به در نگیره. افشین جان خیلی ممنونم. فوق العاده بود. عالی در حضور تو. تشکر میکنم از امیر شهرتی عزیز و سپاسگزارم از همه شما همیانان ارجمندم. تا دیدار دیگر گفتگو میدیم. من خودم سگ دوست دارم، سگم داشتم ولی نمیدونی چی با مصیبت هایی را افتاده سر اینکه آقای ترامپ نمیخواد سگ ببره به کاخ سفید و میخوام به هر شکلی از صاحبان سگ تو آمریکا رو تحریک بکنن کاخ سفید. یعنی میگردن انواع و اقسام قشقا رو توی ایمن بکرد بینم چه طور میشه با این خبرها. من کسی نبودم که آقای ترامپ رای بدم، ندادم با آقای ترامپ رای ندادم، شاید از مخالفانش هم بودم. ولی دوره کارزار انتخاباتی تمام شد، الان ایشون رئیس جمهوره. همه ما باید
واقعا نمیدونم، مگر اینکه کسانی باشن اصلا دشمن منافع آمریکا باشن، علاقه داشته باشن که آمریکا دچار تنش بشه، دچار بحران بشه، و دائما هم صحبت از این میکنن که به هر شکلی کسی رو به زیر کشید. خب این به زیان همه است، زیان تمام آمریکا. به نظر من حرف بلومبرگ، آقای بلومبرگ خیلی اهمیت داره. میگه من مخالفم ولی آرزو نمیکنم که اون سقوط بکنه، برعکس همه باید کمک بکنیم، دستش رو بگیریم، بهش یاری بدیم. با آقای افشین نریمان عزیز هستیم. افشین جان، درباره اون چی که هموطنان گفتن تو این لحظه سخنی داری؟ نه، میخوام بگیریم بعد تلفن بعدی. اگه شما سوال خواد، یعنی چیز خواد، نکته ای از اعتراضی نداری که چرا آقای ترامپ سگ نداره؟ نه یعنی اینا انقدر از موضوعاتو از دست دادن. من فقط یه نکته بگم اون تو صحبت قبلیتون که راجع به اینکه اگر روسیه واقعا وارد دخالت کرده در انتخابات آمریکا، اگر واقعا حتی همچین چیزی صحت داشته باشه، مجرم شماره یکش دولت اوباماست که چرا اجازه داده همچین اتفاقی بیفته. ترامپ که دولتی نداشته، یعنی اگر هم یک جاسوس تونسته در آمریکا دخالت بکنه در انتخابات، مسئولین اجرایی اون انتخابات باید جواب پس بدن، سیستم امنیتی اون حکومت باید جواب بده که چرا تونستن، چرا همچین اتفاقی افتاده، نه اون کسی که این کاری کرده. تشکر. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما آقای میبادی و مهمون عزیزتون آقای نریمان. من فقط میخواستم از ایشون تشکر کنم به خاطر اینکه نظرشون راجع به محمد رضا شاه خیلی شجاعانه و بدون رو درواسی در جامعه‌ای که هنوز بعد 40 سال به ایشون توهین میکنن و حقایق رو پنهان میکنن ایشون بیان کردن. و من هم به عنوان یکی از همسن و سالان ایشون که البته من از ایشون یه چند سالی کوچکتر هستم، میخواستم بگم که من اگر توریست زمان بودم، دوست داشتم برگردم به زمان محمد رضا شاه و در یک جمله از ایشون قدردانی کنم به خاطر تمام زحماتشون و بهشون بگم که پدر آسوده بخواب که آیندگان از شما به خوبی یاد میکنن. مرسی از برنامه خوبتون و مرسی که همسن و سالان منو به برنامه خودتون دعوت میکنید. قربان شما. خوشحال شدم صداتون شنیدم. ممنونم. درود بر شما بفرمایید. افشین جان سخنی داری بگو. نه خیر، بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. میرم رو خط دیگری. درود بر شما بفرمایید. بفرمایید. بر شما. درود بر شما. میمودی و جناب آقای افشین کان گل که ما یک دونه برنامه هاشون رو میس نمی کنیم. عاشق برنامه هاشون هستیم و از اینکه اینقدر با شهامت با رسانه هایی که اکثرا پهلوی ستیز هستن به خاطر منافع خودشون واقعا به شما میبالیم. خواستم بهت بگم ای جوان عزیز، شما مورد محبت همه ایرانیان میهن پرست هستید. با سپاس فراوان. قربان شما، لطف کردید. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی. بفرمایید. من میبودی. من اصلا نمیتونستم میتونم شما رو بگیرم یا نه، شانس بودم. اول اصلا درود فراوان به این افشین نازنین، من عاشق بر آخه خانم جان. آخ آخ صداشون رفت. عجب زدن. بذار یه بار دیگه برگردم اونجا، ببخشید. شاید جونم بگید، صداتون رفت یه لحظه. فقط خواستم بگم اگر کسی رو بخوان ایمپیچ بکنن، اوباما هستش. و من برخلاف شما که خیلی هم دوستتون دارم، موافق آقای ترامپ هستم و معتقدم که ایشون دارن کارشون رو درست انجام میدن و اگر این دموکرات ها بذارن یه مقدار درست میشه. اگر من فکر کنم اگر کسی بخواد ایمپیچ بکنه کسی رو، بعد اوباما می بود برای اون پولای نقدی که سوار هواپیما کرد و به ایران فرستاد و اون کلید مصر رو سینی نقره گذاشت و تقریم مسلمانای اخوان مسلمی. بله، و من به افشین خانتون درود میگم و از شما متشکرم که ایشون آوردین و باش رو صحبت میکنم. گربونتون وقتتون رو نگیم. تشکر میکنم. افشین جان بگو. ببینید
من یه نکته به ذهنم رسید، یعنی یادم اومد که یکی از هموطنان دیگه که تماس گرفتن راجع به اینکه دولت آمریکا چقدر تقصیر داشته در اومدن آخوندها و موندنشون و اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، آیا باید محاکمه بشن. من فکر می‌کنم که در این، من شخصا با توجه به تحقیقاتی که خودم کردم، لااقل شکی بسام نمونده که این اتفاق از داخل آمریکا هدایت شد و در تمام این مدتی که آخوندها در ایران سر کار بودن و در ظاهر دشمن آمریکا بودن، این کاملا از پشت پرده با هم همکاری میکردن برای همون مقصودی که بگم که نابود کردن ایران و نابود کردن اون منطقه و بین بردن ثروت‌های اون منطقه بوده. و اینو بگم که به نظر من مردم ایران در تاریخ ثابت کردن که همیشه راه خودشون رو پیدا میکنن، حالا به هر طریقی هر جوری که خواستن. که ببینید، یه حکومت مذهبی اومد که همه چیو از بین ببره، همه چیو سوزوند، همه چیو نابود کرد. یعنی در قرن 20 اومدن بازم کتاب سوزوندن، بازم مردم رو به خاطر تفکرشون انداختن زندان، کشتن، شکنجه کردن، ولی بازم میبینیم که مردم سر به راه نشدن برای این حکومت. یعنی مردم مخالف این حکومتن، این حکومت رو نمیخوان و اون آیین‌های خودشون هم عوض نکردن با یه چیز دیگه. درسته یه چیزایی به وجود اومده توی جامعه، مثلا همین عزاداری‌هایی که هست و اینا، ولی همونجور که خودتون فرمودین، به محض اینکه این سیستم و این چتر قدرت بشکنه، این سیستم تغییر بکنه، اونها هم عوض میشه و مردم ایران هم راه خودشون رو پیدا میکنن و حق خودشون رو میگیرن. یعنی اون حقشونه در دنیا و اون حق رو همونطور که قبلا داشتن باز هم به دست خواهند آورد. تشکر افشیدا. درود بر شما. بفرمایید. الو، درود به شما آقای میمونی و آقای افشین. قربان شما، درود بر شما. از آقای افشین تشکر بی نهایت. اصلا نمیدونید از اینجا تا آسمان از ایشون تشکر کنم. واقعا ایشون نمونه جوانهای و از لحاظ لباسشون بسیار عالیه که ایشون یک رنگ هست. مثل وجودشون یک رنگی رو نشون میدن، مثل بعضی ها نیستن که فقط کراوات برند و لباس برند بپوشن. من واقعا لذت میبرم از برنامه هایشون. ولی از سوالم از آقای افشین اینه که جناب آقای افشین، چجور ما میتونیم این دولت رو به زمین بزنیم و چجور میشه رفت؟ بله شما الان فرمودید آخر صحبتتون که مردم راه خودشون رو پیدا میکنن، ولی کی؟ به چه قیمتی؟ تا چه زمانی؟ دیگه ایرانی برای ما باقی نمونده. اینها رو خواهش میکنم شما بفرمایید و حقا تسلیه دل ماها باشید. بی نهایت بازم از تو جوانه فهمیده برومند فرهیخته تشکر میکنم و مرحبا به پدر و مادر شما که یک همچین جوانی تحویل جامعه داده. متشکرم. خدا برشون سپاسگزار. افشین جان، این آخر دو دقیقه به وقت داریم، قول شما بفرمایید. ببینید مردم ایران ما برای اینکه به این جواب این سوال برسیم، این یه سوال خیلی مهمیه که جوابش در این حال ساده است. جوابش اینه که ما باید شرح جمهوری اسلامی یا حکومت مذهبی خلاص بشیم و اینکه در آینده به هر حال مردم برای کشور تصمیم میگیرن، قدرت یک جا نخواهد موند، نمیتونه اصلا، دنیا دیگه اینجوری نیست. و اینکه ما چجوری به اونجا برسیم، یعنی چجوری میتونیم از شرح یک حکومت مذهبی خلاص بشیم، یه سری چیزای دیگه داره. یعنی ما باید اول ببینیم واقعا دشمنمون کیه. فقط این حکومت مذهبیه، یعنی که کسان دیگه هم دشمن ما هستن و اجازه نمیدن، یعنی به نوعی از این حکومت مذهبی حمایت میکنن. و اینکه به نظر من مردم باید از خرافات فاصله بگیرن. این یه آفت بزرگی برای ما، خرافات به هر چیز فرقی نمیکنه. خرافات هم میتونه اسلامی باشه، هم میتونه یهودی باشه، هم میتونه دینش مهم نیست، مهم خرافاته. و به واقع بینی و واقع گرایی بعد مردم رو بیارن. این یکی از راه هاست و اینکه قدر ایران رو واقعا باید بدونن. من فکر میکنم که یکی از مشکلات ما الان اینه که ایرانی ها یادشون رفته کی هستن و کی بودن در دنیا، کی بودن در تاریخ. مردم ایران باید خودشون رو دو مرتبه بشناسن و بفهمن که کی هستن و چه نقشی دارن، چی کار میتونن بکنن. واقعا واقع بینانه به اطراف خودشون نگاه بکنن، ببینن که ایرانی ها در تمام دنیا دارن چه میکنن با تمام محدودیت هایی که داشتن و دارن. و ما لیاقتمون بالاتر از اینه. متاسفانه در بسیاری از این میدیا، گفتم اپوزیسیونی که خود جمهوری اسلامی میسازه و صادر میکنه به خارج، دارن این رو، این گفتگو رو، این گفتمان رو جا میندازن که
لیاقت مردم ایران همینه، یعنی جمهوری اسلامی دیگه بهترین حالتیه که مردم ایران میتونن داشته باشن و ما باید ذره ذره این حکومت رو تغییر بدیم که این 100% غلطه، 100% باطله این حرف، اصلا چنین چیزی نیست، مردم ایران لیاقتشون بسیار بالاتر از اینه. ولی اگر خواستیم من میتونم توی برنامه دیگه در خدمتتون باشم که به ترتیب بگم که ما باید چه کارهایی انجام بدیم تا بتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. حتما افشین عزیز ممنونم. خبر رسوندن به چادر اسکندر که افشین آمده. چه مسافت بدن نگیره. افشین جان خیلی ممنونم. فوق‌العاده بود. عالی در حضور تو. تشکر میکنم از امیر شهرتی عزیز و سپاسگزارم از همه شما همیانان ارجمندم. تا دیدار دیگر گفتگو می‌کنیم.